آقای علیرجانی، رئیس جمهور میگه که رئیس جمهور پیشین در حقیقت میگه که نفوذ اسرائیل در حدی بوده که مسئول مقابله با نفوذ اسرائیل خودش جاسوس اسرائیل بوده. میدونیم که چه اسنادی رو هم اسرائیل پیشتر به دست آورده، از حفره های امنیتی و اطلاعاتی گفته. این چه تصویری میده از سیستم امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی؟ با سلام. البته این خبرهای شرم‌آور چیز جدیدی نیست. هم مسئول میز اسرائیل در اطلاعات سپاه و هم مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات هر دو جاسوس اسرائیل بودن و چند سال پیش بازداشت و اعدام شدن. اما که آقای احمدی نژاد هم این رو میگه یا محسن رضایی هم میاد و سرقت اسناد رو تایید میکنه، این هست که این خبرها داره رسما تایید میشه. حالا جدا از رجزخانی هایی که در فضای امنیتی و اطلاعاتی وجود داره، ولی اصل مثلا اینه که سیستم امنیتی جمهوری اسلامی دیگه سوراخ سوراخ شده. اما اون چیزی که آقای احمدی نژاد نمیگه این هست که مگر ورود به یه سیستم مثلا این کلید برق که بزنیم خاموش شه، بزنیم روشن بشه، اینها از سالیان سال پیش از جمله و به ویژه در دوران آقای احمدی نژاد این نفوذ گسترش پیدا کرده. دو تا فرایند همزمان ما داریم که بررسی جامعه شناختی اون جامعه شناسی سیاسی قابل اهمیت هست. اینکه ما از دوره آقای احمدی نژاد هم شاهد سیر تصاعدی فساد شدیم، هم سیر تصاعدی جاسوسی. این معناش این هست که کارگزاران نظام چه در بخش مدیریتیش و چه در بخش امنیتیش ایمانشون رو به نظام از دست دادن. چرا؟ چون نظام دست به یک تقلب گسترده زد. نظامی که دو سوم نیروهای سپاهی و اطلاعاتی و خانواده هاشون هم به میرحسین موسوی رأی داده بودند. حالا بعد از این ایمان و این ایمان شکاف برداشت، در نتیجه خودفروشی و سرقت از اموال مردم و فروختن اطلاعات ملی ساده و آسون شد و قباحتش از بین رفت. برخی از این جاسوس ها که در زندان بودن به همبندی هاشون گفته بودند که ما به اصطلاح دیگه ایمانی به نظام نداشتیم و بعضی ها با سالوسگری این رو توجیه میکردن که ما میخواستیم مثلا نفوذ بکنیم و از اونجا اطلاعاتی رو بیاریم، چون دولت وقت اطلاعات واقعی رو به حکومت ایران مثلا در مذاکرات برجام نمیداد. خب همه این دست و پا زدن هایی که اون افراد دارن میکنن نشونگر یک وجدان ورشکسته، نشونگر یک ایمان فرو ریخته است و به گمان من آقای احمدی نژاد هم یکی از مقصرین همین صحنه. به آقای احمدی نژاد اشاره کردین. آقای علیجانی 8 سال رئیس جمهور بوده، به اطلاعات محرمانه زیادی دسترسی داشته، وعده افشاگری هم داده. رفتار او رو در این برهه چطور تحلیل میکنین و فکر کنین تا کجا تحمل میشه؟ آقای احمدی نژاد یک پوپولیست خودشیفته است و پوپولیست های اولا و خودشیفته ها ثانیا محور اصلیشون خودشون هستن. آقای احمدی نژاد البته این اطلاعاتش مال اون دوره نیست که ایشون رفت چند روز در وزارت اطلاعات یا جاهای دیگه نشست که رأی دهندگان رو به موسوی یا جریان فتنه رو ریشه کم بکنه. بله اونجا راجع به اسناد مثلا اخلاقی مالی بعضی از دستاندرکاران حکومت به اطلاعاتی دست یافت. اینها اطلاعات بعد از ماجراست. اما آقای احمدی نژاد هم به اصطلاح اهل ریسک بالا نیست و بیش از حد جلو نخواهد رفت، اطلاعات سوخته رو اعلام خواهد کرد. به گمان من تا جایی که خطوط قرمز نظام رو زیاد زیر پا نذاره تحمل خواهد شد. ممنونم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس، با ما همراه بودید.